ماهی اینقدر، خودم گرفتم. فلانی رو دیدی؟ بنز سوار میشه، از همین راه رسیده. اینا کلاهبرداری، شک نکنید. و همین داستان روی اعضای تیم فنی و مالکان یا فاندرها یا کوفاندرها، سرمایه گذاران یا هم سرمایه گذار میشه دیگه، آره، هم بنیانگذار، فاندر FOUNDER، بنیانگذار یا هم بنیانگذارها، اونایی که مثلا مسئله دارن که میدونید مسئول به سابقه هم هستن که دیگه همچین بلایی سر همه میاد. موضوع دوستان اگر تشریف بیارن سر کلاس ممنون میشم. خب این موضوع دارک وب و داستان سیلک رود رو با هم قبلا دیدیم. اطلاعات خیلی قشنگی تو این پادکست نقالی خیلی خوبی انجام میشه، لینکشون رو گذاشتم، اگر دوست داشتین گوش کنید، حتی با به عنوان یه مثال داشته باشین و در نظر داشته باشین که این بازار کریپتو چه فرصت‌ها و تهدیدهایی وجود داره. اتفاقا یکی از آدم های سرشناس در خصوص حوزه کریپتو اومده گفته که این میتونه خیلی مثلا به تروریست و بحث مافیای مواد مخدر کمک بکنه، که حالا به هر حال الان قسمت عمده‌ای از داستان پولشویی این اتفاق رو پول نقد میفته، نه رو کریپتو. پای نتورک دوست داشتنیه که کلی در موردش صحبت کردیم، پروژه به نظر من پروژه کلاهبرداریه دیگه، ازش میذارم، خیلی بحث نمی کنم چون خیلی در موردش حرف زدیم. طرحهای هایپه، ببینید های ییلد اینوستمنت پروگرام تفاوت زیاد با سود متعارف جامعه داره. ببین ما در مورد جامعه چی کی صحبت میکنیم، اروپایی، امریکایی و کشورهای صنعتی که بین 1-4%، 5% حداکثر بهره ای که پرداخت میشه. حالا توی یه سری بانک های دیگه در کشورهای دیگه شما میبینید این مثلا عددها عددهای بزرگتری هم هست و به تبع توی اون کشورها این عدد هم بیشتر میشه، ولی تو اکثر این پروژه های تو حوزه کریپتوکارنسی که میبینید آقا هفته ای 10% میده، ماهی 20% میده، اصلا یه چیز وحشتناکی که اگه بخوایم تبدیلش کنیم با بهره عرف مثلا 16-17%، الان مثلا بگه آقا ماهی 50% بازدهی داره، ماهی 100% بازدهی میده، چند ماه این کارو میکنه و یه دفعه میپیچه میره. بیشتر در کشورهایی با مشکلات اقتصادی مطرح میشه. چرا؟ چون اون طمع و اون فکر میگه آقا مثلا دیدین یه پروژه‌ای هستش که میگه که در این مسابقه شرکت بکنید برای خرید یک آیفون پرو 10-12-11 500,000 تومان بریزید، آخرش هم میده آیفونو، ولی کسی نیست بیاد ببینه که این در با این طرحش هزاران نفر آورده درگیر پروژه کرده، تاش مثلا 4 تا آیفون داده، ولی چندین میلیارد تومان زده به جیب و رفته. و این داستان سوده یه شب پولدار شدن و تفاوت‌های طبقاتی توی جامعه، همه دوست دارن ماشینای لوکس سوار شن، ساعت لوکس دستشون کنن، امکانات لوکس داشته باشن، خونه فلان جا، ویلای فلان جا، از این امکانات بحث منشن. در نتیجه خب این روی کرده و این ذهن همه رو به این سمت میبره که از این فرصت ها آقا یه شاید 500,000 تومان بریزیم، شاید بردیم. از این فکر ها متاسفانه وجود داره. ببینید چیزی که باعث شکست تر میشن عدم قطعیت اجرای پروژه است، عدم شفافیتش، نوآوری در ارائه محصول جدید نداشته باشه، حضور در شبکه‌های اجتماعی خیلی ضعیف باشه، هم بنیانگذارش در لیست فعالان صنعت نباشن. یه دونه تو آی سی او بیس با هم نگاه میکردیم آدمای کار درست رو رنکینگ کرده بود، تو اونا نباشه اینا پروژه با سر میخوره زمین و احتمال اسکم بودنش هم خیلی زیاده. داستان جذاب کلاهبرداری نیجریه‌ای، ببینید شما احتمالاً میخوام آخر سرش اونایی که یک بار با این پروژه برخورد داشتن به یه یس آخرش بزنه یا یه اوکی بزنه. ببینید کلاهبرداری نیجریه خودش یه سبکه و میگه که میاد یه پست الکترونیکی براتون میفرسته، میگه من پادشاه فلان کشور آفریقایی هستم، یا مثلا یک نوه یک سرمایه‌دار بزرگ هستم، همه میخوان منو بکشن،
و من میخوام این پول رو سیفش کنم و نظرم مورد دسترسی بقیه قرار بگیره. دنبال کسی میگردم که این پول رو بهش منتقل کنم، بعد بیام ازش فلان کنم و امان کنم، اینقدرم بهت میدم به عنوان کارمزد این کار رو، دستخوش این کار. و یک ایمیل بالک برای همه میفرسته، یه نفر تو اینا جواب بده کافیه، طرف چند هزار دلار کاسب میشه. بعد که یه خود میره جلوتر میاد بهش میگه که اگر بخوای این پول رو بزنم، چون یه هزینه کارمزدی داره که این پول رو من بعد بفرستم به حساب کشور تو، نیاز هستش که اینقدر به حساب من به این شماره حساب واریز بکنی. در صورتی که طرف اگر این کار باشه میاد خب این عدد کم میکنه میزنه دیگه. این روش کلاهبرداری نیجریه و خودشون به عنوان تاجر شاهزاده مخلوع نمیدونم وکیل یه خانواده بزرگ یا خاندان بزرگ جا میزنن، یا یکی از اعضای فوت شده اون خاندان که مثلا اینطوری شده اینقدر به من ارث رسیده و از نظر جانی هم مثلا در شرایط بدی هستم، اگر این کار نکنم فلان میشه و همه میشه. شما هم یه حساب میکنید یه یورو هم بمیره خوب و اون پولارم میذاریم جیب اون، شما منظورم آدمی که طرف این آدم ها قرار میگیره، میذارم جیب و میرم و تمام. یا اینکه مثلا میگن شما توی دیدین باهاتون تماس گرفتن احتمالا که شما در یک مسابقه شرکت برنده شدی. آقا من یادم نمیاد به این راحتی تو چیزی برنده شده باشم، به جز مسابقه ورزشی که میرفتم، به غیر از اون دیگه از این چیزایی که نینا گرفت سعی میزنم اصلا شما کی هستی؟ من چی برنده شدم؟ کی شرکت کردم؟ خودم خبر ندارم. این اتفاقات زیاده و جالبه. مثلا نمونه های مختلفش رو میبینید که شما برنده یک دستگاه تلویزیون رنگی یخچال ساید بای ساید فلان شدی، حالا حساب میکنی ساید میدید تو میزنی تو جی جی کالا، آه چه قیمتی هم داره و تبریک میگم و دو سه بار تماس و یه شماره میدن و نمیدن فلان بهمان و میگه خب من اینو بخوام بفرستم برای شما این به هزینه وانتش میشه دیگه، پیکش میشه، بی زحمت اینو کارت به کارت کن. کارت به کارت کردن همانا و دیگه اون خط تلفن جوابگو نیست. از این اینقدر زیاده که هر سری که پلیس فتا میاد، نماینده پلیس فتا، سخنگوی پلیس فتا میاد توی تلویزیون صحبت میکنه، الا ماشاءالله از این موارد هست. و با این در همه روش ها کلاهبردار پس از جلب اعتماد کاربرا به اونا میگه جد دریافت جایزه سهم بردن این ارث و فلان و اینقدر باید بریزی به حساب من یا بریزی به یه حساب خیریه. عجیبه و هیچ وقت اون حساب خیریه وجود نداره دیگه، یا به حساب فلانی بریزی بعد میان زنگ میزنن به طرف. میان دقت بکنید اگه یه کسی یه روزی بهتون زنگ زد ناشناس، آقا اینقدر من اشتباه زدم الان تو بیمارستانم و فلان و بهما، اشکال نداره شما برو بانک عاملت یه کاغذی بنویس که من یه همچین مشکلی خوردم، یه اشتباه گفتم، اونا زنگ بزنن تایید کنن من وارد می‌کردم. و اکثر اینا کلاهبرداری و برای پولشویی، مثلا نمیدونم چکم میدم فلان هم میدم، این کارت شناسایی مینه، این کارت ملی من، بابا اینا اصلا همش کلاهبرداری. و بدونید که از روش های مهندسی اجتماعی استفاده میکنن تا مخ قربانیه رو بزنن. در از این اینا تکنیک خیلی چیزیه استفاده میکنن، حتی بارها بوده از تلفن زندان های مختلف زنگ زدن با آدم ها در بیرون و از این طریق مخ طرف رو زدن و پول رو ریخته به یک شماره کارت دیگه پیچیدن رفتن. و سبک کلاهبرداری نیجریه. آیا واقعا شما دوستانی که تو این گروه هستن، تو این کلاس هستن، با همچین آدم های مواجه شدین؟ با همچین طرح های مواجه شدین؟ حداقل شنیدین دیگه، برخورد داشتین مثلا مستقیم خودتون؟ فقط یه نفر، فقط فکرم یه نفر داره گوش میکنه فقط. بله، انقدر زیاد هست این موارد و شما به این چیزی که الان برخورد کردین رو ضرب در هزار بکنید توی کریپتوکارنسی وجود داره. خیلی نخواهید دنبال چیزهای عجیب غریب بگردین توی کریپتو برای سرمایه گذاری کردن. حواستون به سایت هایی که دارین ازشون سرویس میگیرین، از سایت هایی که نمیدونم خدمات ICO میدن، این چیزها اینجوری حواستون باشه که مبادا سرتون کلاه بره. من میبینم همچنان دوستان دارن اون یس و بله مربوط به این طرح کلاهبرداری نیجریه رو میزنن. بدونید، به دوستاتون هم بگید، به آدم های دوربرتون هم بگید. متاسفانه هر روز این دوستانی که تو حوزه بانکی کار میکنن شاهد این هستن که اینجور موارد و این پرونده ها از پلیس فتا و قوه قضاییه میاد و تو اونایی که درگیر الان این حوزه هستن توی پلیس فتا تو قسمت فناوری اطلاعات کار میکنن
الا ماشاءالله از این طرحها وجود داره، طرحهای کلاهبرداری، سایتهای شرطبندی و امثال هم که از طریق روشهای مختلف اقدام به خالی کردن حساب مردم میکنن. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. بله متاسفانه اینه و بله مدل بزن به کارتم و فلان و همون، که خیلی حواستون به این مسائل باشه. انواع کلاهبرداری که با هم یه بار دیگه مرور میکنیم، صرافی های مشکوک هم که توی شیلی اکسچنج بهشون میگن، یه شبه جمع میکنن فرار میکنن، دریافت رمز ارز دارن اما بازگشت ندارن. اگر این پروموشن های عجیب و غریب رو گذاشتن تو اینترنت، دنبال یه چیز معتبر همینطوری گوگل کنید نگردید، سعی کنید از ریویو بخونید، جاهای معتبر رو ببینید بعد اقدام کنید. پرایوت کی به هیچ عنوان به کسی ندید و نمونه های کلاهبرداریش هم همینجا میبینید دیگه. الان من یه سری نمونه از اینها رو آوردم که شما ازش دارین، حالا به عنوان نمونه آوردم اینجا قرار دارم، میتونید ببینید که چه این حوزه اکسچنج چقدر تو این زمینه زیاده. کیف پول های تقلبی هم تعداد زیادیش رو کیف پول های اندرویدی هست، بچه هایی که اندروید دقت داشته باشن و پلی استور گذاشتنش دلیل بر این نیستش که این کلاهبرداری نیست، شاید از نظر فانکشنالیتی مورد تایید باشه اما از نظر کسب و کاری که نمیتونه تاییدش بکنه، کسی هم سرتیفیکیتش بهش نداده، سرتیفای نشده که بگی که آه این اوکی مثلا میشه ازش اعتماد بهش اعتماد کرد. و اینها بیشتر در زمان فورک ها زیاد میشن، دقت داشته باشین. یکی از روش های سود گرفتن زمان فورک ها بود دیگه، پولتو ببری یه جایی بذاری که بعد بتونی مثلا از اون فورک استفاده کنی، یادتون هست دیگه. این هم یکی از این روش هاست. پرایویت کی هم باز دارم میگم به هیچ کسی نباید. پنیر مجانی در تله موشه، توزیع رایگان رمز ارز ایدراپ ها فقط بهتون مجانی بدن، اینقدر بریز بقیهش رو بدم و واریز کنم و اینو بده که ترانسفر کنم، نه اصلا بدون کلا برداشت.